مجدداً خوش آمد میگم به همه خواهران عزیزم در خانه مقاومت ایران. حضور خواهران گرامی از کشورهای مختلف، از اردن، فلسطین، مراکش، مصر، سوریه، یمن، سودان، لبنان، پاکستان، رومانی، ایسلند، کانادا، چکسلواکی، استرالیا و آفریقای جنوبی، اون هم در آستانه روز جهانی زن، پیام بسیار مهمی برای همه زنان میهن من و تک تک شما داره. در اینجا مایلم که از جانب مردم و مقاومت ایران همبستگی و همدردی عمیق خودمون رو به ویژه با مردم سوریه و به خصوص با خواهرانمون که در اغلب نقاط این کشور داغدار، وحشت زده و آواره هستند ابراز کنیم. خواهران عزیزم، در برابر ما در دنیای واقع رشته ای از موانع، خصومت ها و سیاهی ها و تباهی ها قد برافراشته. انواع تبعیض ها، نابرابری در خانواده، در آموزش و اشتغال، خشونت، عقب ماندگی، فقر، اختناق، انواع محرومیت ها و ممنوعیت ها و از همه مهمتر هیولای بنیادگرایی. کسانی که مدافعان آرمان بربری هستند میخواهند همه این موانع رو کنار بزنند و امکان آزاد زیستن در همه پهنه ها رو برای خودشون و برای سایر هم‌نوعانشون فراهم کنند. دیکتاتوری و نظام مردسالار حاکم یک راه بیشتر در مقابل زنان باقی نگذاشته و اون راه از نظر اونها فقط تسلیم و دست بالا کردنه. اما همچنان که گفتم تکرار میکنم، زنان مقاومت ایران علیه این اجبار و سرنوشت کور شورش کردند و راه دیگری خلق کردند که همانا راه نبرد و مبارزه و مقاومت به هر قیمت تا هر کجا و هر میزان که لازم باشه. میدونید که اشرفی ها 11 ساله که تحت یک بازداشت خانگی قرار دارن و یک محاصره کامل بهداشتی، مواد غذایی، همه امکانات زندگی بر اونها اعمال میشه، از جمله محاصره رفتن وکلا، خبرنگاران و خانواده ها برای دیدن تک تک اون افراد. در واقع یک محاصره کامل با نقض بسیاری از حقوق پایه. من مجدداً به آمار ارقام نمیپردازم چون همه شما از اون اطلاع داریم، اما در صحنه بین المللی هم مماشات دولت‌های غرب با رژیم آخوندها مبارزه ما رو با سختی‌های بسیار زیادی مواجه کرده و در مقابل انواع امتیازها رو به آخوندها داده اند. این که آمریکا و دولت‌های اروپا به رغم همه تعهداتشون برای تأمین حفاظت لیبرتی کاری نمی‌کنند یا حاضر به پذیرش ساکنان لیبرتی نیستند در کشورهای خودشون، همه این موانع و همه این کارهای ضد بشری یک دلیل بیشتر نداره و اون متاسفانه رابطه‌شون و حفظ رابطه‌شون با آخوندها، یعنی دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایرانه. و الا که من اینجا میتونم به شما خواهرانم گزارش بدم، ما و مشخصا خود من و هیئت‌های این مقاومت در این سالیان و در این ماه‌ها تلاش گسترده و همه جانبی در کشورهای مختلف داره برای اینکه کشورهای اروپایی بتونن بپذیرند ولو تعداد محدودی رو از ساکنین لیبرتی. ولی باید بهتون گزارش بدم که تا الان همه این تلاش‌ها نتیجه فوق‌العاده کمی داشته. علت اصلی کارشکنی‌های مشخص رژیم آخوندیه.
خواهرانی گرامی، امروز برای زنان در تمام این منطقه مبارزه حول محورهای زیر که میخوام بهش اشاره کنم یک اولویت تام و تمام داره. البته این محورها از یک ویژگی برخورداره و اون اینه که همون میدانهایی که بنیادگراها به شدت ازش وحشت دارن، میدانهایی که میطلبد حضور، حضور فعال و مبارزه فعال زنان رو در منطقه، عبارت است از یک، تلاش برای پیش بردن امر جدایی دین از دولت. دو، مشارکت فعال زنان در تدوین قانون اساسی و مواد مندرج در آن. سه، کنار زدن قوانین شریعت ارتجاعی از قانون اساسی که در حال حاضر در بسیاری از کشورهای منطقه در حال تدوین است. و چهار، پافشاری بر انتخابات آزاد و مشارکت فعال زنان در کلیه انتخابات، از انتخابات پارلمان ها گرفته انتخابات شوراهای شهرها، مناطق، بر حسب هر کشور و قوانین اون کشور، انتخابات شهرداری ها و به طور خاص خود انتخابات ریاست جمهوری. و در اینجا من مجددا میخوام تکرار کنم که ممکنه که این کارها به ظاهر بسیار بزرگ بنماید، بزرگ است، ولی فراموش نکنید که زنان با دست در دست یکدیگر گذاشتن، با یک حرکت جمعی، با یک نبرد پیگیر و پشتکار می توانند در تمام این میدان ها وارد شوند و خواسته های خودشون رو که خواسته های برحق یک جامعه آزاده پیش ببرند. ناگفته روشنه که رژیم ایران با اخلال و سنگ اندازی در همین نهادها تلاش میکنه که این کشورهای تازه از بند رسته رو به کام بنیادگرایی بکشه. به همین دلیل شرکت فعال شما در صحنه مهمترین گام برای مبارزه با دخالت‌های رژیم دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران در کل کشورهای شماست و مبارزه برای سرنگونی رژیم دیکتاتوری، مبارزه است که به سرنوشت تمام مردم منطقه مربوط است. به همین دلیل است که من بر اساس تجربه خودمان میگویم و تکرار میکنم مجددن که در قرن 21 مبارزه برای برابری زنان عجین است با مبارزه برای رهایی از دیکتاتوری و بنیادگرایی. اما سوال کلیدی اینه که چگونه این مبارزه رو پیش ببریم. من باز تکرار میکنم بر اساس تجربه جنبش ما، با کنار گذاشتن ناباوری به خصوص زنان در مورد خودشون و سایر خواهرانشون، با ایمان و یقین داشتن به توانایی و قدرت زنان، با پشتکار و با قیمت دادن روزانه و از خودگذشتگی برای سایر به ویژه خواهران، و با تسلیم نشدن و به استقبال سختی ها رفتن و پذیرش تعهدات هرچه بیشتر و سنگین تر و متنوع تر و متعدد. دوستان عزیز، فکر میکنم همه شما با من مشترکید در این نظر که لازمه پیش رفتن در این مسیر بسیار بسیار سخت و دشوار یک همبستگی بسیار بسیار گسترده و از اون طرف مستحکمه. به همین مناسبت من مجدداً دست یاری به طرف همه شما خواهران عزیزم و شما همدردان و دوستان مقاومت دراز میکنم و از شما میخواهم که برای حمایت از مجاهدان
از خواهران و برادرانتون در زندان لیبرتی و همچنین آزادی 7 گروگان اشرفی و همچنین حفاظت این زنان پیشتاز در زندان لیبرتی و همچنین برادرانتون در اونجا و یاری مردم ایران از هیچ تلاش و کوششی فروگذار نکنید. تأکید میکنم که مبارزه برای سرنگونی آخوندهای حاکم در ایران مبارزه تمام ملت‌های منطقه است و همچنین مبارزه است برای برقراری صلح و امنیت در کل جهان، زیرا تا زمانی که اختاپوس بنیادگرایی در تهران نشسته است، منطقه و دنیا برای صلح و امنیت باید بسیار تلاش کنند تا بتونن اون رو تضمین کنن. بنابراین این تنها راه اینه که بتوان اختاپوس بنیادگرایی رو در تهران از ریشه درآورد و بعد از اونه که ما میتونیم شاهد صلح و امنیت در منطقه و در کل دنیا بشیم. چون اگر نبود نقشه رژیم در این سالیان در سوریه، شک نکنید که تا الان بشار اسد از علیکه قدرت به زیر کشیده شده بود و شک نکنید که اگر نقش رژیم نبود در عراق نمایندگان واقعی مردم عراق الان بر سر کار بودند، نه کسانی که از تهران دستور میگیرند، کما اینکه در لبنان، فلسطین و سایر کشورهای منطقه وضعیت بسیار متفاوت بود. بنابراین حمایت از مقاومتی که برای از میان برداشتن همین شر بزرگ به پا خواسته نه فقط آزادی مردم ایران رو تضمین کنه، بلکه در جهت رهایی همه خلقهای منطقه از شر بنیادگرایی و عامل رهایی خلقهای منطقه از شر تروریسم و زن ستیزی هم هست. من تا به حال بارها گفتم، بازم تکرار میکنم که حمایت و پشتیبانی شما قدرت عظیمی برای این مقاومت که از قدرت بزرگترین ابرقدرت ها بسیار بسیار بیشتره. من فکر میکنم که شایسته است که در عصر آگاهی، در عصر ارتباطات، در عصری که زنان به ویژه می توانند این چنین در صحنه حاضر باشند که از جمله جمع امروز یکی از نمودهای بسیار بسیار برجسته و بارز اونه، پس حق این هست و شایسته هست که ما بتوانیم در این دوران به تعهدات خود پاسخ بدیم و من مطمئنم که میرسد روزی که ما جشن پیروزی از شر بنیادگرایی رو در تهران برگزار کنیم و اون روز جشن بزرگ همه خلقهای منطقه و دنیا خواهد بود. با تشکر از شما.